سلام بچه ها، خوش اومدی به برنامه شیشم مثبت 25 امین. از اونجایی که این سکانس رو سه تا برنامه کردیم و خیلی طولانی شده دیگه اینجا صحبت رو کمتر میکنیم، اولش در مورد فیلم بیشتر صحبت میکنیم، بریم که فیلم رو ببینیم با هم و برگردیم بعد در موردش صحبت بکنیم. خب بچه ها، میریم که از ادامه فیلم اونجایی که یه سکانسی بود که اینا داشتن با هم صحبت میکردن، این دختر و پسره، و داشت در مورد این صحبت میکرد که مثلا تو گذشته خودکشی کرده، دوبار خودکشی کرده و اینو ما فهمیدیم و دیگه دختره بیشتر نخواست که اطلاعات بده، گفتش خب حالا ببینیم تو چه اتفاقایی برات افتاده، تو بیشتر تعریف کن. میریم ادامه سکانس رو با هم دیگه ببینیم. فعلا ولش کن، همش که من گفتم، یکم تو بگو. خب منم بدبختی های خودم رو داشتم. ببین، به نظر من هر چقدر آدم ها صبورتر باشن مشکلاتشون بیشتر و طولانی تره. چه باهات؟ ببین، بچه ها خیلی مسخرم میکردن، دیدم که خیلی سطحی بودم، همش دنبال این بودم که اسباب بازی جمع کنم، ولی من همیشه برای خودم بازی فکری میذاشتم. خب اینا که تعریف میکنه همش خاطره خوبه، زندگی من همش پر بدبختی و نکبت. میدونی فرق من و تو چیه؟ این که تو اومدی اینجا خودتو تموم کنی، اما من اومدم که برم به ادامه زندگیم برسم. واسه من ادا در نیار بابا، همه تو زندگیشون یه چیزایی دارن که وقتی بهش فکر میکنن میرسن. آره، منم از این بدبختی ها دارم، ولی سعی کردم فراموش کنم، یعنی فراموش کنم راحت ترم. که چی؟ مثلا سرتو مثل کپ بکنی زیر برف، چیزی عوض میشه؟ کسی به تو حمله نمی کنه؟ یعنی بهش فکر کنی عوض میکنی؟ نه، اونجوری هم نمیشه، ولی بیا یه کاری کنی، یکم از راه من بریم، یکم از راه تو، یعنی یکم فراموش کنیم، یکم به یاد بیاریم. نه نه، یعنی یکم خوباشو بگیم، یکم بداشو. آره خب راست میگی، منم روزای خوب داشتم، زمانی که با دوستم میگذشت، وقتایی که فکر میکردم عاشقم، وقتایی که مامانم زنده بود. آها دیدی، پس هست. حالا من بدا رو میگم، موقعی که مدرسه میرفتم، موقعی که بزرگ شدم، شبا تو ماشین میخوابیدم، تو سری خوردنم به خاطر بیکاریم، اینکه صبح بیدار می شدم و نمی رفتم سر کار، و اینکه اون روز تو که شدی ناله، قرار بود من اینجا ناله باشم، تو شدی. ببین اگه پرو نمیشی یه کاری کنیم. چیکار کنیم؟ بریم، من بیشتر فکر کنم که میخوام بپرم پایین یا نه. بریم کجا بریم؟ اینو از خودت هم باشه با من بریم. نه چیز، میدونی؟ باشه بریم. راستی تو از کجا پیدا شد؟ چی شد یه اومدی اینجا؟ من داشتم رد میشدم، دیدم تو اینجا وایسادی. از تولدم داشتم میومدم، خونمون تو همین مجتمعه. حالا بیا بریم، من ماشین رو بردارم. با ماشین تو بریم؟ البته از زندگی مزخرف من که دیگه نمیتونه بهتر باشه، فقط من یه زنگ به بابام بزنم. چرا امشب؟ چرا حالا؟ نمیدونم، شاید تقصیر خودم، ما بچه بود، شاید میتونست اینجا باشه. ببین بچه ها تو رو درک نمی کنن، تو با اونا فرق داری. بیا خونم برای کلاس خصوصی بذارم، نمرت 20 بشه، فقط به کسی چیزی نگی. ها یه زندگی به دکاری. We'll be right back.
بچه ها ما تا انتهای فیلم رو دیدیم. البته این انتهای فیلم نیست، بعد از تیتراژ مقدار ادامه داره که خب خیلی از سوالایی که شاید تو ذهنتون شکل گرفته باشه رو جواب میده و یه قسمتیه که 100% سورپرایزه برای خیلیایی که تا انتها ببینن. حتی اینجوری بهتون بگم که شاید یه جا بخورید که ادامه فیلم رو ببینید و حتما بهتون پیشنهاد میکنم بعد از تیتراژ هم ببینید. و خب چیزی که ما خیلی معموله اینه که فیلم به تیتراژ که میرسه استوب میکنیم، تمام میشه میره، ولی خب باید بدونیم که فیلم تیتراژ رو در بر میگیره، یعنی اینکه ما تیتراژ جزوی از فیلم باید حتما نگاه کنیم. حالا یه سری ها شاید دوست ندارم، ولی خب من خودم به شخص خیلی دنبال این هستم که خب بازیگرا مثلا عوامل ضبط و عوامل کسایی که کار کردن خیلی مهمه به نظر من. خب این بحثیه که من توی این فیلم دوست داشتم عوامل دیده بشن و خب به خاطر همین سکانس پایانی فیلم رو بعد از تیتراژ قرار دادم. و اینکه این سکانس پایانی نیست، سکانس پایانی بعد از تیتراژه که اگه اونایی که دیده باشن متوجه میشن. و اینکه خب بریم در مورد این سکانس صحبت کنیم. ببینید سکانس در کل از اونجای شروع میشه که این دوتا به همدیگه میرسن، میخوان صحبت بکنن. اولش یه گاردی دارن، این به اون تیکه میندازه، اون به این تیکه میندازه، این جواب اونو میده، اون جواب اینو میده. بعد یه جایی گارد باز میشه، این خطای عمودی که همون میله هایی هستن که واسه پل اون خطا رد میکنن، وارد دنیای همدیگه میشن، اجازه میدن با همدیگه که بتونن در مورد هم صحبت بکنن، نه اینکه در مورد هم، اینکه در مورد هم دیگه با هم دیگه صحبت بکنن در مورد زندگیاشون. و خب چیزی که حائز اهمیته اینه که اونجایی که دختره داره از خاطراتش تعریف میکنه، ما پسره رو میبینیم که یه مقدار میره تو فکر و با خودش تقریبا تو فکر اینه که خب نمیدونم یه احساس همزاد پنداری داره میکنه و خب شاید یاد یه چیزی داره میفته که توی زندگی هم اتفاق افتاده. و خب جلوتر که میریم ما میبینیم که این پسره هم شاید همون مشکلاتی داره که این دختره داره، ولی حالا به شکل دیگه ای. خب پسره اولش میگه ولش کن، همه چی خوشبختی و اینا، ولی به این نتیجه میرسه که خب نه، شاید من هم واقعا مشکلاتو داشته باشم، وقتش که بهش فکر بکنم. و اونجاست که میره تو فکر و اینو میگه شاید تقصیر خودم بوده و این داستانا. یاد این میفته که خب یه اتفاقی هم واسه این افتاده و خب درد و دل میکرد باهاش، اون با این درد و دل میکرد، اون حرفای اونو میگفت، ولی خب پسر نخواست که از درون خودشو بیشتر بروز بده. حالا یه سری چیزا گفت که ما فهمیدیم یادش اومده این داستانا رو. خیلی خب بچه‌ها، قسمت بعدی یه قسمت پایانی فیلمه، خیلی قسمت جذابیه، بهتون پیشنهاد میکنم حتما قبل اینکه قسمت بعدی رو ببینید فیلمو یه بار دیگه ببینید و بعدش فیلمو با هم دیگه تموم میکنیم. کانال یوتیوبمون یادتون نره، هر هفته ویدیوهای جدید داریم و اینکه بخشای زیادی داره به کانال اضافه میشه، بخش گیمینگ و اینا قراره اضافه کنیم. سابسکرایب یادتون نره، لایک یادتون نره، کامنت حتما، و اینکه ما رو به دوستاتون معرفی کنید خیلی خوشحال میشیم. ممنون، فعلا.